به برنامه با هم خیلی خوش آمدید عزیزانم. ممنونیم که بیننده این برنامه هستید و مثل همیشه ممنونیم از توجه شما به برنامه با هم، گزارش ها، کلیپ ها و خبرهایی که به موقع به دست ما میرسونید و امیدوارم که راضی باشید از انعکاس اونها در برنامه با هم. در این برنامه میزگردی خواهیم داشت با شرکت دو تن از فعالین سیاسی و آگاهان سیاسی در رابطه با دو کنفرانسی که اخیراً برگزار شد، فرمت مسکو و همینطور نشست امنیتی هرات. این دو کنفرانس حاوی چه نکاتی هستند و چگونه اونها رو باید تحلیل کرد؟ در این میزگرد آقای نظیر رها و شعیب لعلی از آگاهان و تحلیلگران سیاسی حضور خواهند داشت. دوست عزیز دیگری هم قرار بود که در این میزگرد حضور داشته باشه که متاسفانه امکان شرکتشون فراهم نشد. متعاقب این گفتگو کلیپ ها و گزارش های شما رو خواهیم داشت، بنابراین تا یک ساعت پیش رو با ما باقی بمانید و ما رو دنبال کنید. فراموش نکنید ما در تلگرام در دسترس شما هستیم، @tv با هم شناسه ما در تلگرام هست، ما رو در تلگرام هم میتونید دنبال کنید. این شماره تلفن ماست، در پایین صفحه میبینید موقع پخش و بازپخش برنامه. واتساپ، وایبر، لاین، تلگرام، ایمو در دسترس شما هستیم. به اتفاق همکارم جمیل فرزان این برنامه رو تقدیم حضورتون میکنیم، منتظرتون نگذارم و مهمانان عزیز این برنامه رو هم با خودمون خواهیم داشت. اوضاع بین المللی و موقعیت طالبان، موقعیت اپوزیسیون مخالف طالبان در شرایط کنونی، در تحولات بسیار شدید در اوضاع سیاسی منطقه چگونه است؟ دو کنفرانس برگزار شد، کنفرانس مسکو، فرمت مسکو و همینطور نشست امنیتی هرات، ما به نام نشست امنیتی دوشنبه در تاجیکستان، با دو مؤلفه متفاوت. در یکی طالبان حضور مستقیم داره و در دیگری غایب. نظرات متفاوتی در رابطه با شرایطی که طالبان در اون قرار دارند مطرحه. این موضوع گفتگوی ماست با دو تن از آگاهان سیاسی، آقایان شعیب لعلی و نظیر رها همراه ما هستند در این برنامه. خیلی خوش آمد میگم، ممنونم که دعوت من رو بر این گفتگو پذیرفتید. آقای رها، از شما شروع میکنم. این دو کنفرانس با دو توازن متفاوت برگزار شد. دو ماه پیش طالبان در فرمت مسکو حضور فعال داشتند و در این کنفرانس امیر متقی وزیر امور خارجه شرکت داشت. در نشست تاجیکستان اعلام شد که طالبان گفته شرکت نمی کنم، اما مخالفین همگی حضور داشتند. میخوام نگاه شما رو به این موضوع بدونم، آیا تحولی در راه است یا اوضاع به شکل سابق پیش میره؟ جناب لحلی و بینندگان برنامه، منطقه در حال تحول هست. تحرکات اخیر در رابطه با نحو حمایت از جریانهای ضد طالب از جانب قسمتی از کشورهای منطقه نشان میده که منطقه احتمالا در آستانه چرخش در نگاه سیاسیش هست. در مسکو هم در آخرین نشستی که انجام شد اجتماعی از مخالفین طالبان آمده بودند و در این حال در کنفرانس امنیتی هرات در دوشنبه حتی طالبان جرأت نکردند اشتراک بکنند، به دلیل اینکه اونها از قبل میدانستند کنفرانس قرار است در چند محور مسائل را مطرح بکنه که هیچ کدام منفع طالبان نبود، خصوصا بند آخرش که برگشت به اسلام تمدنی از اسلام افراطی بود که به صورت مشخص یک ترم مقابل دیدگاه طالبان هست. بنابراین خیلی معنادار هست که طالبان
ناراحت هستند از این روی کرد در فرمت مسکو وقتی متقی شرکت میکنه ذهنیت مسلط هست که گویا مسکو در همون وزنه و روی کرده قبلیش در حمایت از طالب قرار داره، اما در چند ماه اخیر تحرکات طالبان نشان داده که برای کشورهای آسیای میانه و حتی برای کشورهای اطراف افغانستان در مجموع به شمول پاکستان که حمایت های همه جانبه از طالبان داره، طالبان خطر تلقی میشن. بنان این آگاهی گمان میکنم داره در میدان به عمل در میآید و مقابل طالبان یک صف داره شکل میگیره. درست است، داره یک چرخش در منطقه از این نظر رخ میده. بسیار عالی. آقای للی، اگر همین چرخش رو فرض بگیریم که چنین چیزی هست، بدون تأکید ایالات متحده امریکا به عنوان متفق طالبان و کشوری که 20 سال افغانستان رو درو کرده علیه تروریسم و بعد طالبان رو مجدداً به قدرت بازگردانده، آیا طالبان اتکاشون به نشست مسکو یا فرمت مسکو یا نشست امنیتی هرات میتونه به این معنی باشه که تکیگاه اونها جای دیگه است؟ بفرمید. با درود با شما آقای بهاری عزیز، همکاران شما آقای رها و شنونده ها و بیننده های عزیز، ممنونم از اینکه دعوت کردین. قدر مسلم ای است، اما طور که آقای رها گفتن، بله شما آمدن آمریکا را و غرب در افغانستان با مدیدگاه و خواستهای اولیهشان در نظر بگیرین، مسئله دموکراسی بود، مسئله من کشت و صدور مواد مخدر بود و یک حکومت داری خوب. آمریکا و غرب در جریان 20 سال حضورشان در افغانستان کدام یکی را تانستن برآورده بکنن؟ تانستن حکومت داری خوب ایجاد بکنن؟ شما با آمار سازمان های بین المللی مراجعه بکنین، افغانستان در بالاترین سطح فساد اداری اخلاقی قرار داشته. از لحاظ امنیتی شما محاسبه بکنین، افغانستان در بالاترین سطح غیر امنیتی قرار داشته در جهان. و از لحاظ کشت مواد مخدر شما تصور بکنین، تا زمانی که 63% مواد مخدر جهان تولید میکرد، در زمان حضور امریکا و یارانش به 96% رسید. یعنی هر چیز چرخش برعکسش داشت. لذا آنچه که اینا ادعا میکردن که ما به خاطر امی سه مسئله میخواییم مردم افغانستان کمک بکنیم، یک دروغ محض بود، یک کذب بود. اونا آمدن و شما میفهمین که منطقه را به تشنج کشندن و وضعیت بسیار بد و بدتر کردن از آنچه که بود. آنچه که شما پرسیدین که روی کرد طالب با این فرمات مسکو و دوشنبه، یقینا که طالبا او گروهی است که به قول هیلری کلینتون خودشان ایجاد کردن، خودشان از بین بردن و خودشان دوباره زنده کردن اینا را. به این معناست که اینا موره های است برای امپریالیسم امریکا، برای ای که بتانن یک غده سرطانی رو در منطقه بنشانن تا ای غده سرطانی یک خطر و تهدید باشه بر کشورهای منطقه، اونایی که از دید امریکا به اصطلاح دشمن است. دشمنای امریکا در منطقه کدام ها هستند؟ ما میفهمیم مثلا جمهوری اسلامی ایران، چین از لحاظ اقتصادیش و از لحاظ سیاسی در رابط بین الملل، امروز روسیه که هم شما آگاه هستین که این جنگ سرد پس از انقلاب اکتبر که آغاز شده تا امروز جریان داره. لذا فکر میکنم که آنچه که آقای رها گفتن و من به این باور هستم که یک
رویکرد جدید باید ایجاد شه برای از اینکه جهان بره به سمت که طالبان دیگه جوابگو نیست در اینجا. خب بسیار خب، حالا ما با همین فرض که هر دو شما روی اون تاکید کردید به خود طالبان برگردیم. طالبان توسط امریکا تقویت میشن و هر تغییراتی طبعا باید با رضایت و تأکید آمریکا صورت بگیره. حمایت مالی توسط امریکا صورت میگیره. حمایت لوجستیک توسط امریکا صورت میگیره. بالانس جایگاه طالبان در قطر توسط امریکا صورت میگیره. آیا این دو نشست، یعنی نشست مسکو و همینطور تاجیکستان، آیا راه به این معنیه که روسیه جا پای امریکا میگذاره یا امریکا ناتوان از نگه داشتن طالبان؟ معنی این دو کنفرانس رو اگر در سیاست بخوایم ترسیم کنیم چه خواهد بود؟ بعد از جنگ غزه و فلسطین و اسرائیل، نقاط مثل بالکان و آسیای مرکزی و از نهاد چهار تحول بسیار جدی شد. یعنی ذهنیت در قبلش این بود که امریکا هنوز هم امکان مدیریت قاطع هم جریان در بالکان در اوکراین داره، هم در افغانستان برد سیاست امریکا قاطع هست و بدون اخلال پیگیری خواهد شد. ما با بروز جنگ بین اسرائیل و فلسطین نوع درگیری در دامن امریکا میبینیم که نمیتونه اون حل کنه. به این دلیل تحرکات هم در سوی دیگر، در نقاط دیگر بحران خیزی که بین شرق و غرب هست جدی میشه. یکی از اون نقاط افغانستان است. من گمان میکنم امریکایی ها به چند جهت دیگه امکان تعیین کنندگی خود از دست دادن. اولی که به صورت روشن امریکا اعتبار خود حداقل پیش انسان شرقی از دست داده. تمام شرق به عنوان انسان‌های دست دو با موضع‌گیری هایی که امریکایی ها در قبال مسئله غزه داشتن دسته‌بندی شد. بنابراین خیلی روشن هست که کشورهای شرقی از این امر ناراحت هستند. شاید این مسئله ظاهرا اخلاقی به نظر برسه، اما این مسئله اخلاقی در دستگاه های تصمیم گیری کشورها نقش داره و ورود میکنه. این یک مسئله. دومین مسئله که امریکا دیگه امکان حضور میدانی و دفاع از اون گروه های نیابتی که ایجاد کرده مثل طالبان دیگه نداره، نمیتونه. و کشورهای منطقه با روشن شدن خطوط بین منافع امریکا و منافع خودشان ترجیح میدن منافع خود دفاع بکنن. ما ترتیب خط ضد طالبان در قسمتی از کشورهای همسایه افغانستان مرتبط با همین مسئله میدانم. منطقه به روشنی میدانه که طالبان نیروی نیابتی امریکا هست. امریکا منافعش تقاضا میکنه که قسمتی از کشورهای منطقه را با آشوب بکشه. بنابراین منطقه در پی دفاع از خود اقدام به ایجاد یک میکانیزم دفاعی متشکل از کشورهای مختلف، هم پیمان امنیت جمعی، هم ایران و هم کشورهای دیگری که احیانا متمایل هستند برای امنیت منطقه. منطقه با سرعت داره در این جهت کار میکنه. ما گمان میکنم اعتبار امریکا کاملا زیر سوال رفته. امریکا حداقل به لحاظ اخلاقی و سیاسی دیگه تعیین کننده نیست، ولی کماکان پول داره، امکانات داره و میتونه برای طالبان پول بده. ما گمان نمیکنم به تنهایی پول و امکانات امریکا بتونه طالبان رو سرپا نگه بدارد. بسیار عالی، نکته مهمیه. برمیگردم به مسئله‌ای که مطرح کردید آیه لالی. ما با یک اپوزیسیون روبرو هستیم که در زمان خودش، در 20 سال حاکمیت خودش، پرچمدار فساد، تباهی، چند قومیتی، دو دستگی، چند دستگی و یک آشوب به تمام معنا بود. این اپوزیسیون یک بار دیگه در نشست دوشنبه دور هم جمع شدن.
زنانی که اساساً در دفاع از حقوق زنان فعالیتی نداشتند، شکریه بارکزی، فوزیه کوفی و دیگران، و افرادی نظیر محقق، زلمی رسول و دیگران، اینا مهره های تعیین کننده ای در دوره خودشون هم نبودن. چه اهمیتی میتونه برای طالبان این نشست داشته باشه که این افراد در این موقعیت بدون اینکه یک حمایت اجتماعی به دنبالشون باشه دور هم جمع بشن؟ آیا این نقطه قوت برای طالبان نیست؟ بفرمید. ممنون شما. در یک کلام هیچ، زیرو، صفر. به خاطر از این که این موره ها، شما میفهمین که استعمار و امپریالیزم همیشه در پی ازی است که کوشش بکنه منافعش در مناطقی که او را میخواید زیر سلطه خود بیاره توسط افراد، عناصر و نیروهای به اصطلاح جمع‌بندی بکنه که او به نفعش است. خودش ایجاد میکنه، خودش تمویل میکنه، خودش به اصطلاح او را روحیه میده، به رسمیت میشناسانه در سطح ملی و بین المللی. شما تصور بکنین یک آدم به اصطلاح در یکی از رستوران های امریکا آمد کرزی میای یک باره گل سرسبد میشه در افغانستان و 14 سال حکومت میکنه، یا مانند اشرف غنی که امی امپریالیزم، امی رسانه های غربی او را مغز متفکر دوم جهان قلم داد کردند که بوی گندگیش افغانستان بیچاره را به بیچاره تر ساخت. عناصری که شما نام گرفتین، من شرم که نامشان را بگیرم، اینا فقط برای منافع خودشان. پرسش اینه که چه جایگاه و اهمیتی نشست امنیتی هرات در دوشنبه برای طالبان داره؟ گفتم هیچ تأثیری نداره برای طالبان، ولی یک مسئله رو شما تصور بکنین که در اونجا لب کلام نشست امنیتی هرات که در دوشنبه دایر شد مسئله زبانی بود، حوزه زبان فارسی. شما چی تصور دارین از این حوزه زبان فارسی در یک کنفرانس بین المللی به اصطلاح؟ خب افغانستان هم یکی از کشورهایی است که ساحه حوزه زبان فارسی است. ایران، تاجیکستان، قسمت‌های از پاکستان، هند و ازبکستان، شش هفت کشور حداقل در این سایه حوزه زبان فارسی قرار دارن. آیا با این شعار میتونین شما این پنج شش کشور دیگر بکشانین علیه طالبایی که به یک زبان صحبت میکنه یا این زبان به اصطلاح زیر فشار و تاثیر قرار دادن؟ فکر میکنم یک ایده بیمانای بود از طرف دستندن کارای ای کنفرانس. اینا باید چیزهای بسیار عمده و اساسی را روی دست میگرفتن. شما تصور کنید نیم پیکر جامعه افغانستان امروز زیر شتم و ضرب هستن که زن باشن، جنس زن باشن. 10 میلیون کودک افغانستان از مکتب معاف هستن، نمیتونن مکتب برن. حقوق اولیه، حقوق طبیعی، حقوق اساسی انسان‌ها در اونجا نقص میشن. اینا رو گذاشتن پای زبان میگردن و فکر میکنم اینا بسیار بسیار در سطح پایین این کنفرانس دایر کردن، شرمشان بود. این تاثیر نداره به نظر من و فکر میکنم یک وقت بیهوده ضایع ساختن. آیه راهب، بجز اپوزیسیونی که اسم بردم، کشورهای نظیر تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان، جمهوری اسلامی ایران، پاکستان، اینها کشور هندوستان، اینها کشورهای عمده و مهمی پیرامون طالبان هستند. نمایندگان این کشورها هم در این کنفرانس حضور دارند.
آیا میشه گفت که برای طالبان هیچ معنایی حتی حضور این نمایندگان هم نداره؟ کنفرانس امنیتی هرات بخشی از تحرکاتی است که علیه طالب انجام میشه. حالا اگر ما مجموعه تحرکات که علیه طالب وجود داره و این بخشی از اون بدانیم، مگمان میکنم حجم عظیمی از نیروها در برابر طالب صف کشیده و جریانها با همون توانمندی هایی که دارن تلاش میکنن طالب را به چالش بکشن. از این منظر اهمیت داره. بقیده ایمه کنفرانس امنیتی هرات با طرح مسائل بسیار بسیار کلیدی و ایستادن به پای این گفتمانهای حیاتی مرتبط با سرنوشت و مردم افغانستان، مثل مثلا بحث آپارتاید جنسیتی که آقای لعلی هم اشاره کردن نیمی از پیکره جامعه را ناکارآمد کرده طالب و به خانه چانده و اساسا انسان تلقی نمیکنه، به همین ترتیب مسئله افرادگرایی دینی، عبور از اسلامگرایی افراطی به اسلام تمدنی و به همین ترتیب مباحث دیگری که در این کنفرانس مطرح شد بسیار بسیار عقیده ما پا گذاشتن روی امو حساس‌ترین گلوگاه‌های کار طالب هست و این شخصیت‌های بین‌المللی اشتراک داشتن، مردمانی از نمایندگانی از سازمان‌های بین‌المللی بودن، از کشورهای مختلف بودن به شمول قسمتی از نخبگان افغانستان و اینها یک صدا مسئله طالب در محور همین گفتمان‌ها مطرح کردند و همه هم با متفق القول بودن که طالب به عنوان یک نیروی تروریستی، یک نیروی افرادگرای دینی، هم هویت تروریستی داره، هم آنچه داره در میدان انجام میده به نفع هیچ کسی به شمول کشورهای همسایه نیست، به نفع مردم افغانستان که قطعا نیست. بسیار عالی. آیه لعلی، هیچ دولتی امارت اسلامی طالبان رو به عنوان یک حکومت، به عنوان یک دولت به رسمیت نشناخته، اما به صورت دفاکتو طالبان با همه همسایگان در حال تعامل، در حال ایجاد مناسبات اقتصادی است، به ویژه با چین، با هندوستان، با جمهوری اسلامی ایران. بخش بزرگی از مراودات اقتصادی ایران در بحبوحه تحریم با افغانستان هست و بازار مهمی برای ایران حتی محسوب میشه. این رو چگونه میشه توضیح داد؟ سران این کشورها، نمایندگان این کشورها در کنفرانس امنیتی هرات فشار بر روی طالبان میارن، اما همین مناسبات با این کشورها بدون هیچ خللی در حال انجام هست. اینجا یک دوگانگیه، مقصودم اخلاقی نیست، یک دوگانگیه در روابط بین المللی. این رو چگونه توضیح میدید؟ ممنون. شما بهتر میدانین که در روابط بین الملل شناسایی حکومت ها به اصطلاح از دو دیدگاه دیده میشه، یک دفکتو یا حکومت سرپرست و دیگه دجور یا حکومت شرعی و قانونی که در جامعه بین ملل رسمیت داره و کشورها او را میشناسه و عضو سازمان ملل متحد هم هست. شما تصور بکنین در 2 سال و 5 ماه از حاکمیت طالبا که توسط یک توطئه و دسیسه غرب به او توریست ها تحویل داده میشه میگذره، ولی هیچ کشور او را به رسمیت نمیشناسه. این به خاطر از روابط بین الملل دو مسئله را باید جدا بگیریم، یک روابط سیاسی است، دوم روابط اقتصادی. این کشورهایی را که شما نام گرفتین و خصوص یک بازار بسیار بزرگ برای ایران افغانستان هست، بدون شک هست. شما از 450 میلیون دلار در سال، امروز تجارتشان به 960 میلیون دلار در سال رسیده. بله، این به خاطر از است که کالاهای تولیدی ایران به اساس تعاملات ایران در روابطش با مسئله هسته‌ایش قدغن است که صدور بکنه. لذا
افغانستان بهترین بازار است. خب آیا ایران میخواهد که افغانستان دارای یک حاکمیت خوب ملی قابل قبول و دارای حاکمیت باشه که سبا روز با دولت ایران در معاهدات خود، در تعاملات خود مساویانه و متعادل حرکت بکنه؟ نه. امروز جامعه افغانستان جنگ زده بهترین بازار است برای کالای ایران. به او خاطر است که روابط اقتصادی را باید از روابط سیاسی جدا بدانیم. جمهوری اسلامی ایران به هیچ وجه طالبان را به رسمیت نمیشناسه. این را من به صورت قطع میگم. هرچند از لحاظ دیدگاه دینی و شرعی بسیار با هم نزدیک هستند. تفاوت من نمیبینم. ولی در روابط سیاسی مشکل دارند. به او خاطر است که روابط اقتصادی ایران و یا طالبان را بگویم با کشورهای منطقه، به خاطر عزیز که جامعه 35 میلیونی افغانستان به کالا نیاز دارن و این کالا را بسیار میتونن به صورت عادی، چی حکومت دجور باشه چی دفکتو، یا قابل شرعی غیر شرعی باشه یا قانونی غیر قانونی باشه، رسمیت شناخته شده و رسمیت نشناخته باشه، میتونن انجام بدن. ولی تأثیر بالای از این نداره که این روابط اقتصادی برای اینا را به سمت بکشانه که اونا را به رسمیت بشناسه. فکر میکنیم یک مشکل است برای از اینا و نمیتونن این کار بکنن. مسئله ایره که من میخوایم اینجا باز دوباره تکرار اگر اجازه بکنم. بدید من برگردم به شما. نکته هست آقای راها، از شما میپرسم. همین چندی قبل یک هیئت عالی رتبه از افغانستان به رهبری یا به سرپرستی ملا برادر در ایران بودند و بلافاصله بعد از اون نشست معاهدات دوستانه بسیار زیادی اعلام شد، خوشنودی اقتصادی و سیاسی سطح بالایی اعلام شد، اما حضور نمایندگان جمهوری اسلامی در این کنفرانس از جمله سفیر یا نماینده تامل اختیار جمهوری اسلامی در افغانستان در همین نشست هم حضور داره. این رو چگونه باید توضیح داد؟ آیا جمهوری اسلامی پلیتیک میزنه یا نه جمهوری اسلامی یک خط سیاسی روشنی رو یا معینی رو دنبال میکنه که در کنفرانس امنیتی هرات هم همین خط پیش میره؟ اینجا جای تردید هست، نمیدونم با تردید من موافق هستید یا نه. بفرمایید. مسئله اینه که طالبان متشکل از مجموعه گروه های تروریستی هستند. تعامل و چگونه به سر بردن با گروه های تروریستی که در منطقه ساکن شدن و قرارگاه مرکزیشان آوردن در درون افغانستان برای مجموعه همسایگان افغانستان سخته. بنابراین باید وارد بازی های متنوعی بشن تا بتونن تا زمان اتخاذ یک تصمیم روشن در قبال طالبان یک گونه اینا را دست به سر بکنن. مگمان میکنم مجموعه این تلاش ها، این گفتگوها و به نحو این لبخند زدن هاییست که طالب و این گروه های تروریستی همچنان راضی نگه داشته بشن تا تصمیم نهایی در کلیت منطقه اتخاذ بشه. شما اگر بحث تعامل هست، شما تصمیم و آراء در واقع پیمان امنیت جمعی را دارین، شما دیدگاه ایران در این قبال دارین، شما دیدگاه های روسیه را در این قبال دارین، شما از تاجیکستان شنیدین، شما ازبکستان دارین که توپخانه طالبان به درون سرزمینشان شلیک میکنه. بنابراین خیلی روشن هست که این کشورها طالب را به عنوان یک تهدید میبینن. ولی این که چه وقت این کشورها اقدام میکنن برای ایجاد سفر روشن و اقدامات در واقع عملی میکنن برای مقابله با پدیده تروریسم طالبانی، این یک مقدار امر سنجشش دشوار است. بلاز زمانی یک ماه، دو ماه، پنج ماه، یک سال این شاید روشن نباشه، اما ایگب روشن است که مجموعه کشورها به نحوه سعی میکنن طالب دست به سر بکنن تا سازوکار مقابله با طالب را فراهم بسازن.
بسیار خوب. حالا اگر این فرض باشه که همه این کشورهای همسایه از جمله پاکستان مناسبات دیگری رو دنبال میکنن، اون وقت جایگزینی طالبان آیا به معنای همین اپوزیسیونی است که به اون کنفرانس دعوت شده بودن؟ یا از من میپرسیم؟ خیر، از آقای لعلی میپرسم. اینجا یک جای سوال هست، اگر این مبنا باشه که همه این کشورها میخوان به طوری از شر طالبان خلاص بشن، اون وقت آلترناتیو همین حکومت سابق یا شخصیت های سیاسی سابقن؟ چنین چیزی مقابل منطقه گذاشته شده؟ بفرمید آقای لعلی. تشکر. به باور من نه، همچون چیز امکان نداره که موره را تبدیل بکنن با موره های کونه و سوخته سابقه. هرچند این کار را کردن، موره کونه و سابقه طالبان را خود بعد از 20 سال دوباره آوردن، ولی این بار این کار را نمی کنن. یک به نظر من یک چیز دیگه احتمالش میره برای کشورهای غربی. شما میفهمین امروز مناسبات اقتصادی چین با افغانستان، ایران با افغانستان و با شدن بندر چابهار و مناسبات اقتصادی هند با افغانستان از طریق ایران و یک مقدار زیر تاثیر قرار گرفتن طالبان به این حوزه به اصطلاح چین، ایران، روسیه، آمریکا رو متشوش از این ساخته که باز دوباره بر بگرده به همون یکی دو تا پایگاه نظامی خود، حداقل در دو پایگاه نظامی خود کشیدند و بگرام باشه. بگرام به این خاطر که مرکز افغانستان است و یک نقطه اساس است، شیندند به خاطر از ایست که در غرب افغانستان قرار داره و نزدیکتر است به کشورهای جمهوری اسلامی ایران و کشورهای آسیای میانه. این احتمالش پس دوباره میره که آمریکا پس دوباره این کار بکنه، هرچند از لحاظ روابط بین الملل منتفی است، نمیتونه بکنه این کار، ولی خب قلدری و زورگویی این کارا رو داره، میتونن این کار بکنن. اما طوره که عملی هفته اکتبر از اینا قبل از این که سازمان ملل متحد بشینه در نوامبر جلسه بکنه در عبد نوامبر و اونا عمله کرده بیدن. فکر میکنم به باور من ای است که اینا یک معجون مرکب جور بکنن از طالب، از اون نیروهای سوخته، یک چیز رو جور بکنن به نام حکومت همشمول، به نام حکومت نمیفهمم که همه در او اشتراک داشته باشن، قومها، زبانها، مذاهب، نمیفهم اینی، همه اینمی کسایی رو که شما پیشتر در سوال پیشتر تا نام گرفته نماینده یک قوم است. به حساب ما افغانستانی ها میگیم ملک قریه یا ملک قوم. او آدمایی را که شما نام گرفتن اما ملک ها هستند و یا میخواین ملک ها را جمع بکنن زیر یک چتر به نام نمیفهم، شاید حکومت اسلامی، دولت اسلامی، امارت اسلامی، هر چیز اسلامی، پسوند اسلامی را که داشته باشه، تا قناعت مردم افغانستان با امی گروه هایی که امروز و دیروز سر قدرت بود فراهم شوند. من فکر میکنم همچون چیز امکان داره، ولی هیچ وجه قابل قبول مردم افغانستان نیست، به هیچ وجه قابل قبول نیروهای ملی و مترقی افغانستان نیست. این کاملا مردود است از دید من و باید یک نیروی دیگه که امروز داره آهسته آهسته جان میگیره، آهسته آهسته جان میگیره و آتشش روشن شده، احتمال از این است که در آینده های نچندان دور بیاین و کار بکنن. خب اینجا حضور چهره های شاخص هست، مثلا احمد مسعود و جنرال سمیع سادات، اینجا معنیش چیه آقای رها؟ آیا جایگاه ویژه این مثلا برای جبهه مقاومت به رهبری احمد مسعود هست، در حالی که خب این جبهه موفقیت اجتماعی چندان قابل توجهی نداره و حتی به صورت یک آلترناتیو
شاخصهای یک آلترناتیو را هم نتونسته طی این دو سال اندی نمایندگی بکنه. شما چه فکر میکنید؟ اجازه بدین یک کامنت کوتاه. یک چند تا پرسش از در رابطه با صحبت های آقای لعلی، این که چه کسانی میاین که انتخاب بکنن یا نکنن این مهره های کهنه را آقای لعلی روشن نساختن، منظور کی است؟ وقتی میگیم انتخاب نمی کنن، کی انتخاب نمی کنه؟ دومم چه کسانی غیر از اینا میاین به میدان؟ همین لحظه شما هیچ نیروی دیگری نداره، اینمی پیرپاتالا را مجبور هستین بیارین و همین اتاقهای سنتی قدرت را استفاده بکنین در برابر طالب. هیچ بدیل و گزینه دیگری متاسفانه نساختیم یا ارزهی ساختن شما نداشتیم در طول این مدت. بنام اینها تنها نیروی هستند که آدرس دارن و میتونن با منابع گفتگو بکنن. اما در رابطه با سمیع سادات، آقای بهاری، من میخوایم جدا بکنم، سمیع سادات یک طالب هست. این توهم هست که آقای سادات میایه میگه ما با طالب مذاکره هم نمی کنیم، می جنگیم. کاملا یک طالب هست. حکومت قبلی دقیقاً با توان و مدیریت خوشحال سادات، سمیع سادات و آقای اون محب در شورای امنیت آقای قلی و غیره به دست طالب سپرده شد. بنان اینا امروز به دلیل به بن‌بست رسیدن طالب تلاش میکنن یک بدیل برای امکان بازی در وضعیت بعدی برای خود ایجاد بکنن. به عقیده من با شناخت کاملا دقیقی که من از این مسئله دارم، سمیع سادات نام دیگر مثل آیه چیز از حقانی مسئول داخلی گروه تروریستی طالبان است، مثل اون یونس حقانی است، مثل انس حقانی، مثل هیبت الله یا هر آدم دیگر طالب، یک طالب هست. برای من به عنوان کسی که شهروند افغانستان هستم و پیش روی من تحویل کرده قدرت و نیروهای نظامی و هرچه دار و ندار یک سرزمین بوده بر اساس یک گروه تروریستی، به نام سمیع سادات یک تروریست است برای من، یک طالب هست و هیچ تفاوتی با طالب نداره. بحث جبهه مقاومت کاملا فرق میکنه. جبهه مقاومت شما گفتین استقبال عمومی نداره، استقبال اجتماعی نداره. من نمیدانم آقای باری این نتیجه را از کجا گرفتیم. جبهه مقاومت و چند گروه دیگری که وجود دارن تنها جبهاتی هستند. اتفاقا جبهه مقاومت ملی به لحاظ اجتماعی استقبال داره، به لحاظ امکانات نظامی پشتوانه نداره در میدان که عملیات های قاطعی بکنه، یک دو سه تا پنج تا استان افغانستان بگیره و طالب را با بن‌بست میدانی روبرو بکنه. اما به لحاظ چیز تمام آدم هایی که در درون افغانستان هستن ناراحت هستن از طالب. وقتی میگم تمام آدم ها، منظورم آدم های ساکن جنوب افغانستان که عقبه تاریخی نیروهای تروریستی متعدد از جمله طالبان هستن نیست. اون جنوب افغانستان بستر تولید تروریسم است و طالبان یکی از محصولات اینمو جامعه جنوب افغانستان است، تروریسم طالبانی. اونا منظور من است. تمام غیر پشتون های افغانستان ناراحت هستن از طالبان، تحت ستم قرار دارند و زیر ظلم علنی و کشتار علنی طالب قرار دارند. بنان این نیروها به یکی از این جبهاتی که در درون افغانستان داره فعالیت میکنه مرتبط هستند، رضایت دارن، استقبال میکنن. ما امیدوار هستم فردا ما بتونیم در میدان عینی زمانی که عقبه ایجاد میشه جبهه مقاومت ملی یا جبهات غرب افغانستان امکان عملیات میدانی را پیدا میکنن، بعد سنجش بکنیم که مردم استقبال میکنن یا نمیکنن. بقیده ما مردم وقتی از طالب استقبال نمیکنه قطعا یک از یک گزینه دیگری که مخالف طالب استقبال میکنه و یکی از این گزینه ها جبهه مقاومت ملی افغانستان است. بسیار ممنونم آقای لعلی. ما چند دقیقه بیشتر به پایان این گفتگو برامون باقی نمونده. اتاق فرمانم به من تذکر وقت میدن. یک پرسش من دارم به نوعی به صحبت آقای راها هم برمیگرده. جنبش های اجتماعی نوینی در افغانستان سر بلند کردن، نسل جدیدی که خودش رو وامدار جریانات جهادی سابق نمیدونه، به طالب وابستگی نداره و کلن یک جریان مدرن و امروزی نوین. جنبش اجتماعی اعتراضی زنان از جمله این مقوله ایست که من میگم. چقدر شانس تحولات
و دیگرگونی به دست این جنبش سپرده خواهد شد. کوتاه ممنون میشم که من به وارد تذکر نگیرم. بفرمایید. خواهش میکنم. فکر میکنم انقلاب بعدی افغانستان توسط زن صورت میگیره، همین جنسی که امروز توسط نیروهای جهادی به اصطلاح در پسخانه ها بسته شدن. زن امروز صدا و فریاد افغانستان است. زن است که امروز در آن زنی که پیشتر شما اسمایشان گرفتین، آن زن نه، زنهایی که امروز صدایشان در جامعه بین المللی در افغانستان در گوشه گوشه نقاط افغانستان و جهان بلند است. این صدا صدا و فریاد از زن است، از اون مردم است. یقینا که این نیروی زنها و نیروی جوان افغانستان که در این 20 سال تحصیل کردن و خوب و بد خوب میشناسن، یک نیروی ذخیره است برای فردای افغانستان. من به این باور هستم که فردای افغانستان با این نیرو گره خواهد خورد. بسیار خوب، ممنونم آقای نظیر روها و آقای شعیب لعلی. آقای بهاری، میشه یک جمله بگم؟ بله بله حتما بفرمایید. آقای لعلی، سپاسگزار هستم از نیت خوب و نگاه خوبتان به قضیه، اما داستان این گونه نیست. ما جنبش به نام زنان با قوتی که بتونه تغییر بیاره نداریم. انسان‌های ناراحتی در زنان داریم که معتقد به تغییر هستن اما مبدل به جنبش نشدن. احتمالاً سر تعریف جنبش ما بتونیم بعداً بحث بکنیم. بله. به اعتقاد من داستان گونه نیست. من همین خوشبینی شما را ستایش میکنم. تشکر جناب عالی. خواهش میکنم. نه، نکته مهمی هم هست. معلومه که باید با دقت بیشتری جنبش های اجتماعی، یعنی بسیج مردم به دنبال خودشون، و هنوز جنبش زنان در افغانستان راه بسیار طولانی در پیش داره برای نمایندگی کردن کل مبارزات مردم در افغانستان. بسیار ممنونم آقای لعلی، آقای رها، نکات بسیار با اهمیتی گفته شد. مطمئنم که ناگفته های بسیار زیادی هم شما دارید که به وقت گفتن اونها باقی نموند. تشکر میکنم از شما. از شما تشکر، از آقای رها تشکر، لطف کردید. درود بر شما جناب لعلی، جناب بهاری. زنده باشید. درود بر شما. عزیزانم، گفتگوی ما رو با آقایان شعیب لعلی و نظیر رها دیدید و شنیدید. شما چه فکر میکنید؟ چه نظری دارید؟ فرمت مسکو و نشست امنیتی هرات چه اهمیتی برای مردم افغانستان دارند؟ جبهه‌های اصلی نبرد مردم با طالبان کجاست؟ اینها مسائل گرهی است که باید مداوما به اونها بپردازیم. در ادامه ما خواهیم پرداخت به کلیپ ها، خبر ها و گزارشات شما. جایی نرید، با ما باقی بمانید. به موقع همه این کلیپ ها و اخبار رو خواهید دید و شنید، به ویژه کلیپ هایی که در رابطه با 25 نوامبر روز بین المللی، روز جهانی منع خشونت به زنان برای ما فرستادید، که از برنامه قبل هم تعدادی از اونها باقی ماند. همه اونها رو در یک مجموعه با هم خواهیم دید. توجهتون رو جلب میکنم ابتدا به دیدن کلیپ های 25 نوامبر و بعد خواهیم پرداخت به واکنش، به پاسخ به حامد کرزی و مسائلی که بعد از اون خواهد آمد. همچنان با ما باقی بمانید. نوامبر مصادف است بر روز جهانی منع خشونت علیه زنان، و اما افغانستان کشوری که در پی بیشتر از دو سال با بقدر رسیدن گروهی توریستی طالب که از هیچ نوع خشونت بر علیه زن افغانستان دریغ نورزیدند، از جمله بسته کردن درب دانشگاه ها و مکتب ها و سلب حقوق اولیه هر زن افغان که تحصیل و تعلیم از گرفته، تا دربند کردن زنان فعال افغانستان و شکنجه های روحی و جسمی روانی آنها می باشد. دشمنی طالب با زنان ریشه عمیق دارد و در هر جا تا نام از افغانستان برده شود، خشونت علیه زن در آنجا موج میزند. با بقدر رسیدن طالبان، خشونت علیه زنان به اوج خود رسیده، و اما جهان، حقوق بشر و سازمان ملل در قبال این همه خشونت علیه زن افغانستان خاموش بوده و هیچ نوع عملکرد جدی انجام نداده است. در این روز که روز جهانی منع خشونت علیه زن است، از جهان و سازمان ملل و حقوق بشر خواهان ازی هستیم که در مقابل خشونت علیه زن افغان و دختر افغان خاموش نباشند و عملکرد جدی داشته باشند و به داد زنان مظلوم افغانستان برسند و آنها را از زیر حکومت و تسلط گروهی فاشیستی و زن ستیز طالب نجات بدهند.
امروز 25 نوامبر که مصادف به روز جهانی محو خشونت علیه زنان است. پس از برگشت دوباره طالبان بر افغانستان، خشونت زنان به اوج خود رسید، از محیط خانه ها گرفته تا اجتماع که هر روز در حال افزایش است. در این مدت به گونه کامل زنها از حق حقوق انسانیشان محروم شدند. از تمام حقی که یک زن در جامعه خود داره ازشان گرفته شد. طالبان زنان را به عنوان بخشی از اضافی جامعه می دانند و خشونت های گوناگون فیزیکی روانی نیز به آنها صورت می گیرند. چون جامعه افغانستان در حال حکومتی که ما زندگی می کنیم یک حکومت مرد سالاری است و زن هیچ حق حقوقی ندارد. امروز 25 نوامبر روز جهانی منع خشونت علیه زنان است که جهان این روز را در حال بزرگ داشت به عمل می آورند که زنان افغانستان در محدودیت و محرومیت آمتان بسر می برند و هر روز مورد خشونت جسمی، روحی و جنسیتی قرار می گیرند. حق کار، حق تحصیل، حق آزادی بیان از آنها گرفته شده است که این نخستین رژیم است که افکار زن، وجود زن، حقوق زن و اصلا خود زن را به معنا نه احترام قائل هستند و نه ارزشه. زنان نصف پیکر جامعه را تشکیل می دهند که امروز همان نصف جامعه به انزوا کشانده شده است و هر روز شاهد قتل، تجاوز، ازدواج اجباری، لت و کوب و مجبور به ترک وطن می شود و حالا نقش جامعه جهانی، سازمان ملل متحد و نهادهای حقوق بشری در مورد فقط حکومت محکوم کردن و درخواست دادن به طالبان است. ما از جامعه جهانی و نهادهای بین المللی می خواهیم که به هیچ عنوان طالبان را به رسمیت نشناسند و با آنها وارد مذاکره نشوند. طالبان هیچگاه زنان را نپذیرفته و به زن ستیزی و آپارتاید جنسیتی ادامه می دهند. سوال ما اینجاست که تا چه زمانی به این خشونت جهان خاموش است و تا چه زمانی جنسیت زن در افغانستان بیگانه خواهد بود؟ من به عنوان یک مرد و یک شوهر از تمامی حقوق و آزادی های انسانی، بشری و اسلامی خانمان و دیگر زنان افغانستان حمایت می کنم و همان اندازه که طالبان نزد زنان افغانستان منفور هستند، ما مردان نیز از طالبان و افکار آنان متنفر هستیم و طالبان را نماینده همه مردان افغانستان نمی دانیم. طالبان به عنوان یک گروه واپسگرا، قبیله‌ای، زن ستیز، نماینده خود و افکار پوسیده و قدمانده خودشان هستند و از مردم افغانستان نمایندگی نمی کنند. ما در روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان از همه مردان افغانستان می خواهیم که از زنان افغانستان حمایت کنند و آنها را در مبارزاتشان علیه جهل و تروریسم تنها نگذاریم. حق، عدالت، آزادی. آقای فریدون اوغلو در گزارشش فراموش نموده است که زنان و دختران افغان از حق تحصیل محرومند. آقای فرید اوغلو متاسفانه در گزارشش فراموش کرده است که بگوید تا اکنون بیش از 85 فرمان توسط رهبر طالبان بر زنان افغانستان صادر گردیده است. آقای فریدون اوغلو در گزارشش از حکومت تک قومی و تک جنسیتی گروه طالب حتی نام نبرده است. آقای فریدون اوغلو در گزارشش حذف زنان را از ساختار اجتماعی به باد فراموشی سپرده است. آقای فریدون اوغلو متاسفانه در گزارشش موضوع تبعیض جنسیتی یا جندر اپارتاید را نادیده گرفته. بیشتر از 2 سال از آمدن گروه طالبانی به افغانستان می‌گذرد و در این 2 سال در قدم نخست مکاتب بسته شد، دانشگاه بسته شد و همچنان موسسات بین المللی و موسسات داخلی و خارجی برای تمام زنان بسته شد. نان بسته، کار بسته و آرزوهای تمام زنان افغانستان واقعا آرزوهایشان شکسته. اینقدر این گروه طالبانی بالای زنان سرزمین فشار آورده که سخت در حالت روحی و روانی قرار دارند و حتی اکثر بانوها و همچنان مردها از فقر و تنگدستی دست به خودکشی زدند. این در حالی است که هفتوار 20 میلیون دلار به نام افغانها به حساب و بانک طالبان از طرف سازمان و آمریکا واریز میشه و طالبان از این پول
همه روزه مست میکنن و مصروفی بالا کردن خانه و آپارتمان هایشان هستن و در هر ماه دو بار و سه بار ازدواج میکنن، در حالی که ما داریم اکثر جوانایی را که بیشتر از 5 سال است که نامزاد هستن و حتی توان ندارن که ازدواج بکنن و سخت در فقر و تنگدستی بسر میبرن. اما جهان و سازمان است که کاملا خاموشی اختیار کرده و به این نظر هستند که ممکن طالبان روزی تغییر بکنه، ممکن طالبان روزی دروازه کار را برای زنان باز بکنه و ممکن روزی دختران سرزمین ما بتوانند که مکتب برود. سخت در اشتباه هستند. طالبان بسال قبل هستند، طالبان تغییر پذیر نیستند. همین طالبان بودند که بیشتر از 2 سال است که محدودیت های رد برد وضع میکنند و همی است که قوانین و قواعدات بالای زنا وضع میکنند و تا حال تغییر پذیر نیستند. سلام، من نیلوفر متین هستم، فعال حقوق بشر. از جامعه جهانی خواهش میکنم که بر طالبا حق سفر دادن نشه. اگر نمیدانستین تا به حال دهی 2 سال باید بدانین که طالبانی که حق حتی نفس کشیدن بر بانوان افغانستان نمیتن، بانوان فعالان مدنی و اجتماعی را در درون زندانهای خود میبرن و بانوان اجازه سفر بدون محرم نمیتن. اینقدر قیوداتی که سر بانوان ما، سر جوانای ما، سر کسایی که میخواهد تحصیل کنه، سر دانشمندا، معلما و پروفسورای ما که در درون زندانهای طالب هستن به خاطر تبعیض نژادی، زبانی، سمتی و جنسی. جامعه جهانی باید ویزه یا ورود طالبان به کشورهای غربی منع کنه و نگذاره اینها پایشان در کشورهای غربی برسه. کشورهایی که دعوای دموکراسی را میکنن چرا با زنان افغانستان همصدا نیستن؟ چرا برای زنان افغانستان، برای تمام ملت افغانستان، کودکان افغانستان کار نمیکنن که همراه این گروه تروریستی که تبعیض نژادی، سمتی و مذهبی و جنسیتی داره با اونها تعامل میکنن؟ Stop legitimizing with Taliban. پس از تسلیت گروهی طالبان و تقومی آن بر افغانستان، افزایش محدودیت و خشونت علیه زنان یک از اصلی ترین معضلاتی است که از محیط خانه گرفته تا اجتماع هر روز در حال افزایش است. زنان در این مدت به گونه کامل از حقوقشان محروم هستند و هیچ نوع حق انسانی ندارند. در بسیاری از جاها خشونت در برابر زنان با نام افغانستان گره خورده که بخشی از این تبعیض و خشونت ریشه در فرهنگ عمومی طالبان دارند و زنان را بخشی اضافی جامعه پنداشته و خشونت‌های گوناگون فیزیکی، روانی و کلامی بر آنان اعمال می‌گردد. عموماً در افغانستان نگرش غالب مردسالاری وجود دارد که در حالت متفاوت در مناطق مختلف نگاه حاکم بر زنان و فعالیت‌های زنان همواره تحقیرآمیز بوده که و با مسلط شدن طالبان بر افغانستان و دشمنی عمیق این گروه با برابری و آزادی زنان، خشونت علیه زنان و همچنان خشونت‌های خانوادگی بیشتر در حال افزایش و گسترش می باشد. اظهار نظر حامد کرزایی در دفاع از طالبان و مقابله برای سرنگونی طالبان موضوع بسیار مهمی شد. یک بار حامد کرزایی برادران ناراضی رو در موقع ریاست جمهوری خودش بیمه کرد و این بار بلافاصله بعد از برگزاری کنفرانس ها و اعتراضاتی که شاهد اون هستیم، حامد کرزایی مجدداً اظهار نظر کرد و از طالبان دفاع کرد و خواهان این شد که نباید اونها سرنگون شوند، نباید با اونها مقابله کرد. مجموعه کلیپ هایی به دست ما رسوندید در اعتراض به حامد کرزایی که اونها رو به عنوان یک مجموعه جمع‌آوری کردیم. با پخش این کلیپ ها از حضورتون مرخص میشیم، بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم. باز هم ممنونیم که بیننده این برنامه بودید. میخوایم چند نکته مهم رو در مورد گفته های اخیر آقای کرزایی رئیس جمهور سابق کشور بیان کنم.
آقای کرزی در ابتدا طالبان را برادر خواند، اما برادران آقای کرزی روزانه صدها هموطن ما را به شهادت می رسند. از دست برادرخوانده های آقای کرزی نه مکتب در امان بود، نه مسجد و دانشگاه و زایشگاه. مردم افغانستان همه روزه شاهد خودکفانی های برادران کرزی صاحب بودند که ده ها هموطن بیگناه ما شهید می شد. بالاخره افغانستان در اثر یک معامله ننگین از سوی جامعه جهانی و حکومت حاکم به برادران کرزی صاحب سپرده شد. طی این مدت نیمه از مردم افغانستان از حق و حقوقشان محروم شدند و هزاران جوان ما شکنجه و کشته شدند. آیا آقای کرزی از این همه وحشت و دهشت بیخبر است که امروز طرفداری از طالبان میکند؟ آقای کرزی، اگر شما پیش خود یک ذره بر خودتان عزت می داشتین، بر خودتان احترام می داشتین، یک ذره برابر سر سوزن اگر عزت نفس می داشتین، امروز از برادران ناراضیتان حمایت نمی کردین. شما اصلا غلط کردین. آزادی بیان را امرای تروریسم جهانی، از کسایی که امروز شما پشتیبانی دفعه هزارم اعلان میکنین، کسایی هستن که هموطنهای مرا میکشن، به نام زن تجاوز میکنن، به نام تاجک و هزاره جنوساید میکنن، چی نیست نمیکنن. به کدام روی، به کدام نام شما از اونا حمایت میکنین و میخواینم که جهانم رایشان استاد شوه و گپشان رو بشنوه؟ چی کردن به این 3 سال؟ دخترای شما فعلا کجاست؟ هر وقت کنه افغانستان آمدن، پلی زنان افغانستان، مردم افغانستان استاد شدن، شما اجازه داری نظر بتین؟ از او زیادتر خود از غمت نتین. دیگر شما بر مردم افغانستان معلوم هستین، دیگر اصلا حق نمیتیم که شما سرما تصمیم بگیرین. به تازگی آقای حامد کرزی در مصاحبه اعلام کردند که راه حل صلح در افغانستان جنگیدن با طالبان نیست و از راه زور نباید به طالبان فشار وارد کنند و میباید جامعه جهانی و هر آن کسی که میخواهد در افغانستان زندگی کنه با طالبان از راه مصالحه و گفتمان وارد شود. صحبت ما با آقای کرزی هست. جناب آقای حامد کرزی، تمام سالهایی که شما به عنوان رئیس جمهور بر مسند قدرت نشسته بودید و چه سالهای پسین ریاست جمهوری خودتان که به عنوان یک رهبر بودید، باز هم در کاخ خود حضور داشتید و به مراتب بیشتر از یک رئیس جمهور کش و فش داشتین، همه روزه طالب را برادر خواندین. هیچ وقت کشتار و انفجار و انتحار و قتل عام مردم افغانستان از طریق طالبان باعث نشد که شما چهره پلید این گروه را ببینید و با مردم افغانستان همدرد و همراه شوین. چطور امکان داره که طالبی که در تمام سالها در جبهات جنگی نیروهای دلیر امنیتی ما را به شهادت رساندن، در اماکن عمومی، در اماکن خصوصی، در زایشگاه، در مساجد، در ورزشگاه، در آموزشگاه، در همه جا طالب انتحار و انفجار انجام داد و مردم ما را داغدار ساخت و چه جوانانی، چه مردمی را که اینها تکه و تکه نکردن. چطور میتوانید چشم خود را بروی تمام این جنایات ببندین؟ چطور وجدان شما آرام میگیره؟ آیا وجدانی دارید؟ اگر وجدانی باشه، در طول 2 سال و 4 ماهی که این گروه تروریستی وارد افغانستان شدن، نیمی از پیکر جامعه افغانستان رو فلج کردن، به حاشیه راندن و زنان و دختران را کاملا به یک حاشیه راندن و از جامعه حذف کردن. خودت 3 تا دختر داری، آیا میتوانی ایره بپذیری که دختران تو بی سواد باشن، دختران تو خانه نشین باشن، دختران تو هیچ چیزی از این جهان و از این دنیا و از این کشور سهم نداشته باشن؟ هرگز بر اولاد خود دیره نمیخوایی، اما برای اولاد مردم چرا میخوایی؟ گروه تروریستی طالب هرگز بر رأی مردم افغانستان نیامده، به انتخاب مردم افغانستان نیست و مشروعیت نزد مردم افغانستان ندارد. در تمام سالهایی که قدرت دست شما بود، در دست اشرف غنی بود، تمام تلاشتان بر این بود که راه را باز کنین، امکانات را فراهم کنین، از پول بیت المال به عنوان مکاتب خیالی، به عنوان شاگردان خیالی مصرف کردین، به مدارس طالبانی فرستادین، تمام این سالها مصارف این مدارس و این گروه تروریستی را تمویل کردید و بالاخره این گروه را به نام قوم، به نام برادر خود به افغانستان آوردین. اما ایدئولوژی این گروه تروریستی را نتونستین تغییر بدین و خود با این نقاب و چهره خوبی که
سعی میکنید به مردم نشان بدید، متاسفانه در پس این چهره در قالب ملا هیبت الله یا ملا غیبت الله یا هم امیرالمومنین طالبان فعلا دارین کار انجام میدین. از برای خدا بس کنید این خباثت و این رذالت را و این ظلم و ستمی که در حق مردم افغانستان روا می‌دارید. آقای کرزی، اگر شما وجدان داشته باشید هیچ وقت چنین اظهارات خجالت‌آور را به زبان نمی‌آوردید. با یک گروه تروریستی که بیشتر از 20 سال بالای مردم ما، زنان ما، دانش آموزان ما، حتی قشر تحصیل کرده ما ظلم کرده باشند و باعث بیوه شدن زنان یتیم شدن اطفال ما شده باشند و می‌خواهید که جهان با آنها تعامل کند، لطفاً آقای کرزی از خواب غفلتی که دارید بیدار شوید. آقای امید کرزی و خانم رنگین حمیدی را به شدیدترین الفاظ محکوم میکنیم. حمایت از طالبان جنایت است. خانم رنگینه هیچگاه از مردم حسیل و اسیری که تحت قیادت تروریست‌ها به سر میبرند نمایندگی کردن نمیتونه، چون پدیده قومی تطبیق و تحمیل از او از گذشته تا امروز عملا تجربه شده، با هم که در دوران مختلف مردم حسیل برای رسالت انسانی، آزادی، سازندگی و آرامش تمکین کردن، متاسفانه برای اجمونی قومی در سیاست ها نقش بسزای خود را داشته. رنگینه بر نمایندگی یکی از قبیله های خاص که به زبان خاص صحبت میکنن نمایندگی میکنن، از تمام مردم ما نمایندگی کردن نمیتونه.